بیماری دیستمپر یکی از بیماری‌های شایع و خطرناک در سگ‌هاست که متأسفانه در سال‌های گذشته خیلی از صاحبین سگ به خاطر نداشتن اطلاعات کافی از این بیماری سگشون رو از دست دادن. پس اگر از سگ‌های خونگی نگهداری می‌کنی یا در آینده می‌خوای این کار رو انجام بدی، پیشنهاد می‌کنم تا انتهای این ویدیو رو تماشا کنی. سلام به همه دوستان عزیز، مرکسر هستم و توی این ویدیو می‌خوام در مورد علائم، روش‌های پیشگیری و نکات مهم این بیماری خطرناک و کشنده اطلاعات بیشتری بهتون بدم. فقط قبلش ازتون می‌خوام برای حمایت از من این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش رو هم بزنید. حاشیه نمی‌رم. بریم سراغ معرفی. دیستمپر یک بیماری ویروسی خطرناک، کشنده و واگیر داره که هنوز درمانی براش پیدا نشده. این بیماری یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر طول سگ هاست که در ایران هم بسیار شایع هستش. بیماری دیستمپر میتونه سگ ها و برخی از گونه های حیات وحش مثل شیر و ببر رو درگیر کنه. بیشترین سگ هایی که در معرض دیستمپر قرار دارن توله سگ های واکسینه نشده و سگ های بالغ غیر ایمن نسبت به این ویروس هست. حالا که فهمیدیم این بیماری چیه، بریم سراغ علائمش. بیماری دیستمپر در ابتدا به لوزه ها و غدد لنفاوی بدن سگ حمله میکنه و حدود یک هفته در این مناطق خودش رو تکثیر میکنه. بعد از اون به دستگاه های تنفسی، تناسلی و گوارشی حمله میکنه و در مرحله اول باعث به وجود اومدن تب، قرمزی در چشم ها، ترشحات آبکی از بینی و چشم، بیحالی، بی اشتهایی، سرفه و اسهال و استفراغ میشه. متاسفانه بیماری دیستمپر در مرحله دوم به دستگاه عصبی حمله ور میشه و مغز و اعصاب نخاعی سگ رو مبتلا میکنه و باعث علائمی مثل حمله عصبی، فلج شدن و تشنج در سگ بیمار میشه. نکته نگران کننده در مورد مرحله دوم این بیماری اینه که این علائم برای همیشه باقی میمونن. علائم عصبی حتی در صورت بهبودی از بیماری دیستمپر از بین نمیره. سگ‌ها در صورتی که با این ویروس تماس مستقیم داشته باشن به دیستمپر مبتلا میشن. این تماس با ویروس از طریق تماس با حیوانات آلوده به ویروس دیستمپر انجام میشه. ویروس دیستمپر در هوا هم پخش میشه و حیوانات با تنفس هوای آلوده هم میتونن به دیستمپر مبتلا بشن. ابتلا به دیستمپر بیشتر در سگ‌هایی اتفاق میفته که واکسینه نشدن. اگه سگ شما به درستی واکسینه شده باشه، میتونید مطمئن باشید که از بیماری دیستمپر در امانه. اگر علائم دیستمپر رو در سگتون مشاهده کردید، سریعاً به دامپزشکی مراجعه کنید. چون دامپزشک ابتدا سگ رو معاینه میکنه و در مرحله اول براش کیت دیستمپر میذاره. این کیت ها سریع جواب میدن و تا حدی به تشخیص قطعی دیستمپر کمک میکنه. البته که تشخیص قطعی بیماری دیستمپر توسط تست های بیوشیمی و آزمایش خون و ادرار انجام میشه. حالا بریم سراغ درمان این بیماری. دیستمپر جزو بیماری های ویروسیه و متاسفانه باید بگم که بیماری های ویروسی درمانی ندارن. اگه سگی به دیستمپر مبتلا بشه، باید دوره بیماری رو طی کنه و زنده بمونه. البته این به این معنی نیست که اگه سگتون به دیستمپر مبتلا شده از دامپزشک کاری بر نمیاد. وظیفه دامپزشک در اینجا اینه که با درمانهای حمایتی به سگ کمک کنه در طول دوره بیماری تلف نشه و بدنش با بیماری مبارزه کنه. به محض تایید این بیماری در سگها، دامپزشک سرم، آنتی بیوتیک و داروهایی برای کاهش علائم اسهال و استفراغ و تشنجها تجویز میکنه. بهبودی بیماری دیستمپر به سن سگ، زمان مراجعه به دامپزشک و میزان قدرت ویروسی که سگ رو مبتلا کرده بستگی داره. حالا چطور از مبتلا شدن سگ به این بیماری جلوگیری کنیم؟ ببینید، خوشبختانه برای این بیماری ویروسی خطرناک واکسن ساخته شده. ابتلا به بیماری در سگ‌هایی که بر علیه دیستمپر واکسینه میشن بسیار پایین. یکی دیگه از ویروس‌های خطرناک طول سگ‌ها بیماری پاروا ویروسه که توی یه ویدیو دیگه به طور کامل راجبش صحبت کردم. شما با واکسینه کردن سگتون اونو در برابر هر دوی این بیماری‌های خطرناک و کشنده واکسینه می‌کنید. واکسیناسیون علیه دیستمپر در 5 یا 6 هفتگی انجام میشه. دوز دوم و سوم واکسن یک ماه بعد از تاریخ اولین واکسن به فاصله یک ماه از هم تزریق میشه و بعد از اون سالیانه تکرار میشه. بیماری دیستمپر بیشتر در طول سگ‌ها دیده میشه. این بیماری به شدت واگیردار و کشنده است. برای همین سگ‌هایی که در پرورشگاه‌ها به دنیا میان بیشتر در معرض این بیماری قرار میگیرن. نکته جالبی که باید بدونید اینه که سگ میتونه به دیستمپر مبتلا باشه، ولی در روزهای اول ابتلا علائمی نشون نده. پس اگه طول سگی رو خریداری کردین، قبل از پرداخت کامل پول سگ رو پیش دامپزشک ببرید و ازش بخواید برای سگ کیت پاروا و دیستمپر بذاره تا از سالم بودنش
مطمئن بشه. در آخرم پیشنهادم اینه که وقتی میبینید طول سگ شما بیحاله، غذا نمیخوره، تب و ترشحات آبکی از چشم و بینی داره، سریعاً ببرینش پیش دامپزشک تا اگه به دیستمپر مبتلا شده در اسرع وقت درمانش شروع بشه. صبر کردن در این جور مواقع فقط باعث پیشرفت بیماری و سخت‌تر شدن درمان و کاهش شانس سگ برای زنده موندن میشه. دمتون گرم که تا این ویدیو رو تماشا کردید. ازتون میخوام نظرتون رو برام کامنت کنید و اگه تجربه‌ای در مورد این بیماری خطرناک دارید تو قسمت کامنت به اشتراک بذارید تا بتونیم اطلاعاتمون رو افزایش بدیم. لایک و سابسکرایب کردن فراموش نشه و همین دیگه، دمتون گرم، خیلی مخلصم.